Okay. All right. Not cleaning between your teeth can cause anything as minor as bad breath to as major as gum disease. I don't think bad breath is very minor, though. Use Gum Brand for healthy gums, Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Your gums matter. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر. به نهمین شب جشنواره فیلم فجر خیلی خوش اومدین. یکی از شلوغ‌ترین و پرترافیک‌ترین شب‌های کاخ جشنواره در برج میلاد. خیلی خوشحالیم که اخبار لحظه به لحظه و اتفاقات و گفتگوهای داغ تیوی پلاس از جشنواره دنبال میکنیم. دو شب دیگه بیشتر نمونده. همچنان که داریم با هم گپ میزنیم میخواستم واسهتون بگم که مراسم فرش قرمز فیلم پربازیگر و احتمالاً پرفروش گشت ارشاد دو درهمی الان توی برج میلاد برگزار میشه. حمید فرخ نژاد، سعید سهیلی، ساعد سهیلی، مهدی ماهانی و بهاره افشاری روی این فرش قرمز. بله، آقای ساعد سهیلی هم با یه دیزاین خیلی خوب اومدن امشب که قول داده بعد از دیدن فیلم حتما یه گفتگوی خوب هم با هم داشته باشیم. خوش بگذره بهتون. به ما که خیلی خوش میگذره، جاتون خالیه چون که جیو ام با ما و همه چی عالیه. بریم ببینیم اتفاقاتی که داره برای گشت ارشاد دو توی جشنواره فیلم فجر میفته و نشست خبری و احتمالا یه سری گفتگوی باحال با ستاره های این فیلم. سلسله با تجربه کارنامه هنری شما، ساخت گشت ارشاد دو یه ریسک بود به هر حال دیگه، چون معمولا تجربه خیلی خوشایندی تو دو سه فیلم ها نیست. انگیزه مالی باعث شد یا نه احساس که حرفاتون ناتمام بوده در گشت ارشاد دیگه؟ اولا من مرد ریسکم. من اگر کسی با هم دعوا کنه نه بابام میارم نه داداش گنده هم میارم و نمیرم کلانتری شکایت کنم. خب من مرد ریسکم. گشت ارشاد یک به دلیل همون اتفاقات در من انگیزه به وجود آورد که دوشم بسازم و اصلا مسائل مالی نیست. من بخوام فیلم برای مسائل مالی بسازم، میتونم یک فیلمی بسازم که به شدت گیشه‌ای باشه و هیچ حرفی هم برای گفتن نداشته باشه. الا ماشاءالله فیلمایی هستش که الان بالای 15 میلیارد میفروشه و هیچ حرفی هم برای گفتن ندارم، فقط تماشاگر رو میخندونم. بلدم اینا رو، چارچنگولی هم ساختم، نشون دادم که مانزنی شده. 10 میلیارد میفروشه اینجا، شما دعا کن بیشتر بفروشه. من خلاصه عرض کنم، من توی مدرسه آخرین نیمکت کلاس نشستم، هیچ وقت نیمکت اول ننشستم. و این یک سعید سهیلی ساخته که اگر اون توی نیمکت اول نشست یک سعید سهیلی آروم‌تر بود. اینجا هم بچه شیطنت نکن. عالی بود. این چیه؟ آره، یک سه ماهی تو بیابونا بوده توی اهواز، امروز رسیده تازه، آره شهر رو دیده و تمام. ولی خالق قیصر و گبرها رو سطحش رو در سطح خودمون پایین نیاریم. کسی که یک همچین جمله ای رو گفته، من عرض میکنم که اگر صد تا بچه هم داشته باشه فرق و فامیل، هر موقع جشن تولد داشته، من میام جشن تولدشون فیلم میگیرم، مونتاژ میکنم، موسیقی هم براش میذارم، چون تو همسطح منی و منم همسطح تو. اما کیمیای قله است. سپاسگزار دوستی که آقای فرخ‌نژاد چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتن به عنوان سرمایه‌گذار در فیلم حضور پیدا کنه و حضورشون به نظرتون چه کمکی کرد به فیلم؟ آقای فرخ‌نژاد فیلمنامه رو که خوند راغب شد که بیا سرمایه گذاری کنه. البته خیلی ها فیلمنامه رو خوندن و پاشنه در دفتر ما رو برداشته بودن برای اینکه بیان شراکت کنن. ایشون هم به هر حال شم قوی داره توی این مسائل، میدونست که این فیلم موفقی میشه و وارد سرمایه گذاری شد.
و چی سال بعدی چی بود؟ همین بود دیگه. من سال آخر ازتون بپرسم، امروز که یعنی تا یک ساعت قبل که اسامی کارگردان ها اعلام شده تا شما در لیست نبودید، خیلی مایوس کننده به نظر میرسید، چون خیلی از کارگردان هایی که انتظار میرفت فیلم هاشون باشه نبود و به نظر جدا از کارگردان ها تو بقیه رشته ها خیلی جنبه انصاف به نظر میرسه رعایت نشده. جشنواره خونسایی بود. ببین، من هنوز نمیدونم کاندیدا کیا هستن، واقعا نخوندم، اما امیدوارم که انصاف رعایت شده باشه. ولی هیچ سالی نبوده که همه راضی باشن. به هر صورت خیلی مواقع هستش که عده راضی هن، عده ناراضی، و داورام سلیقه است دیگه. واقعا همین که میگن اگه این 5 تا داور عوض بشن، 5 نفر دیگه همه کاندیدا عوض میشن، واقعیت داره. ولی این فیلم هم میشد بیشتر دیده بشه. Cleaning between the teeth is very important. People think I can just brush my teeth and be fine, but even without having cavities, you can still have gum disease. Use Gum Brand for healthy gums, Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Gum Brand is simple, easy to use. Your gums matter. مملکت ما فیلمسازی خیلی سخته. خیلی هیتش تنگه. ارزم بزرگتون که مخصوصا طنز. خب در و محکم میبندی، اتحادیه در سازان و مسلمان میبندم وزارت ارشاد تحسن میکنم، یعنی درم محکم بسته به ما توهین کرده. عرضم به حضورتون که این جمله رو چندین بار گفتم، زیر مجموعه علوم انسانیه، تجربی نیست که در واقع دو تا بشه 4 تا، چه حکومت پهلوی، چه الان، چه حکومت آینده، این چیز نیست. یعنی در واقع با هر مدیری، هر عرضم به حضور تأثیر کنه، شما منعکس نکنید. عرضم به حضورتون که با هر مدیری، بخشید اینجا اینترنتی داره پخش میشه، شما کاری نمیتونید بکنید. با هر مدیری، با هر سلیقه، متاسفانه و خیلی هیته طنز مخصوصا زود با آدم ها بر میخوره. اینی که من هم تشکر کنم از همه تون. آجابا مسئله تون بفرمین بیستید که دوستانم شما رو ببینم، خودتونم معرفی بفرمین، سپاسگزار بشم. باخری هستم از خبرگزاری بسیج. آقا من حکومت امام زمان رو گفتم، گفتم حکومت بعدی. از اینکه آقای فراخ نژاد اینقدر با اصول پایبنده تشکر میکنه، تو فیلم هم نشون دادن ابزار طنز و شوخیایی باش میشه که احساس نمیکنید در آینده این روند باعث میشه که خیلی از این ارزش ها رنگ به بازه، حرمتشون شکسته بشه. البته این هم قبول داریم که بعضی ها اصلا در لباس این عنوان اسلامی حاج آقا بودن اینا بعضی سو استفاده رو هم میکنن که تو قضیه آقازادگی بهشون پرداخته. بله ممنون. صحبتی دارین آقا سویلی یا نه؟ فقط خواهش کنم. بهترین سوال رو کرد. دوستان دیگه کس سویلی عزیز، شب بخیر، تبریک به خاطر کاندید شدنه. مرسی. امسال چه اتفاقی واسه میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ من والا هر سال این سوالو میپرسی، هر سالم من میپیچونم، هر سالم نمیگیرم دیگه. چه سوالیه؟ چرا؟ باحاله که سیمرغ. مگه من گفتم باحال نیست؟ فکر می‌کنی سیمرغو میگیری؟ میگم هر سال من دارم کاندید میشم، هر سالم میپیچونم نمیگم، هر سالم نمیگیرم. خب خودت توی نشست گفتی که میتونی. چه بی داره؟ توقع نداری؟ من همیشه امیدوارم به همه چیز. خودت توی نشست خبری هم اعلام کردی که خیلی سخت آدم بخواد یه فیلمی رو شماره 2 شو بده. خود حالا اینکه پدر قبول کرد شماره 2 رو بسازه یه بچشه، اینکه خودت نترسیدی دو شماره 2 رو بازی کردی، گشت 2 رو. چرا، برای هممون نگران کننده بود. ولی خب توجه فیلمنامه نویس روی فیلمنامه به ما یه دلگرمی داد که تونستیم یه خورده کلن حواسمون به همه چی باشه که بخواه حواسمون به همه چی باشه. جمله تاریخ. قسمت دوم فیلم ها معمولا خطرناکه، وحشتناکه برای عوامه که بخواهیم قسمت دو شبیسیم. همیشه هم بیشتر اوقات ناموفق بوده و من خیلی نگران بودم برای گشت ارشاد دو، به خاطر اینکه من یه تعصب نسبت به گشت ارشاد دارم. من با این فیلم وارد سینما شدم و دیده شدم. آقای سوهیلی، نمیدونم باید ابراز تأسف بکنم برای هیئت انتخاب یا هر چیز دیگری، ولی
متاسف هستم در جشنواره فیلم فجر اثری رو میبینیم که میخواد از تماشاگر بابت دیالوگ این که به مار کتف راستم یا مار کتف چپم خنده بگیره. جای تاسف داره. فیلمی رو شاهد بودیم که با آروغ زدن بازیگر میخواد خنده بگیره. متاسفم بابت این که ما فکر میکردیم مدت هاست از کمدی سخیف شونه تخم مرغی فرار کردیم، اما ظاهرا هنوز زگ و ریشه های ازش باقی مونده. من متاسفم از این که فیلم میدیدیم روی پرده که این فیلم شاید در ابتداش با چند تا ددمنشیانه گفتن با لحن زیبای آقای فرخ نژاد که همیشه نمک خوبی دارن و در نقشاش رو این نمک رو میبینیم، شاید در ابتدا برای ما خنده دار باشه، ولی به مرور انقدر این، نمیخوام اصطلاحات بدی استفاده کنم، ولی انقدر این ضعف داره ادامه پیدا میکنه که دیگه سخیف میشه. من پیشنهاد میکنم که دوستان قبل از این که سوال کنن یا مثلا نظراتشون رو مطرح کنن خودشون رو معرفی کنن که لاغر من اسم کوچیکشون رو ببخشید من ایشون معرفی نکردم. من ایمانیان هستم. از کجا؟ از برنامه طراحی بازار. نه والله نمیشناسم به خدا، فکر کردی تیکه انداختم. نه طبیعی است، بله طبیعی. خیلی از خبرنگارام هستن اینجا، میگم ما مثلا خیلی از ما رو ندیدید به خاطر اینکه دنیا در حال تغییره، هممون در حال تغییریم، ولی اینه که مثلا یکی دو مورد رو مثلا که یک بازیگر یک نوشابه خانواده رو یه نفر بره بالا و یه حالا یه آروغ بزنه، مثلا این کل فیلم میشه سخیف، یه نمه یه نمور به قول آقای فرخ‌نژاد کم انصافیه. یعنی فیلم با یکی دو مورد من فکر میکنم فیلم سخیف نیست. توجه کردید اگر آروغ میزنن یا اگر در لحظاتی میخندونن فقیر هستن و همین داشتشون همینه و خب از هم ممیزی ها رو رعایت کردن، هم در واقع خندوندن ارزون رو به مردم ندادن و وارد طنز تلویزیونی نشدن سخته. کار کردن با سعید سهیلی چقدر سخته؟ وقتی میری جلو دوربین به عنوان پسرش میری جلو دوربین یا نه واقعا به عنوان یه بازیگر میدیدم؟ قطعا خب وقتی داریم سینمای حرفه‌ای کار میکنیم هر کسی سمت خودشو داره، بازیگر، کارگردان، تایید کننده. از اینکه دوشار چالش هم شدین سر صحنه سر گشته شده؟ نه یادم نمیاد. تکرار این نقش چه وجه از این شخصیت برای در گشت ارشاد یک مهمتر بود که حالا در فیلم دوم تکرارش کردی یا خواستی روش ذره بین بذاری یه ذره درست بشه؟ والا ادامه همون حسن بود دیگه و طبق فیلمنامه ما بعد میرفتیم جلو و شخصیت ها مشخص بود، کار خاصی سختی نسبت به یک نداشتیم که بخوایم به مردم ما خودمون رو معرفی کنیم کی هستیم، پیشینمون رو میدونستن. حالا باید روی جزئیاتی کار میکردیم که اتفاقایی که و موقعیتایی که قرار میگیریم سکانس ها رو به تصویر بکشیم و هممون در کنار هم سعی کنیم فیلم موفق بشه. بچی از این شخصیت بود که در فیلم اول نتونسته باشی نشون بدی، حالا در درام این فیلم بخوای نشون بدی؟ شوخی خاصی یا مثلا تکی کلام خاصی یا اینکه بخوای مثلا نشون بدی این شخصیت ابعاد دیگه هم داره؟ چون ما یه قسمت یه سکانس احساسی داریم که در رابطه پیشینه داریم، میگه که در فیلم اول خب ما کمتر پیشینه این شخصیت رو داشتیم، اما در این فیلم ما داریم یه پیشینه هم حداقل از شخصیت شما میبینیم. خب این همه اینا برمیگرده به فیلمنامه نویس و من چیزی که کارگردان گفت و چیزی که نوشته شده رو اجرا کردم، همین کار خاصی نکردم که خودم بدم. سر صحنه انجام شد یا همه چی طبق فیلمنامه رفت؟ بیشترش طبق فیلمنامه است خب، ولی یه سر صحنه هر کسی با خودش یه چیزی میاره که کارگردان ممکنه بپذیره یا نپذیره. آقای سایدی شما رو پاسپورتی که از چیزی یک داشتید شرکت ساختمانی گشتید الان یعنی مخاطبا منتظر باشن که 3 و 4 هم تهیه بشه یا اینکه تو همینجا متوقف میشه؟ ما برای همین دوش خیلی استرس رو تحمل کردیم. همیشه قسمت دو سخته، وحشتناکه برای تک تک عوامه. من که امیدوارم سهش ساخته نشه، چون اگه همه دور هم جمع بشن من مجبورم باشم، ولی امیدوارم این اتفاق نیفته که این بار سنگین
از رو دوشمون. سوالی شما تشریف نمیاری؟ شما بیاییم ما یه دو کلمه با شما آقا مرسی که وقت پدر من حالش خوب نبود به رخ 75 سالشه و کسانی اونجا بودن که در شأن ایشون من نمیدیدم که یک لحظه شما خود تو جای من بذار و احساس میکنی که در واقع شاید یک اتفاقی بیفته که خودتو نبخشی. به این جهت ما اگه جوان ها فیلم بسازیم به ما گوجه فرنگی هم بزنن عیبی نداره، ولی پدر من 50 سال تو این سینماست و از یک نسل دیگه است. به این جهت من احساس کردم که اگر اونجا این واکنش رو نشون ندم شاید خدای نکرده از لحاظ جسمی اتفاق خوبی براش نیفته که خودم نه سپاس گذارم. میخواید مایلی؟ شاید خود مایل نباشه. پاپیون و اینکه آیا بهتر نبود؟ قطعا بلا شک. اما پاپیون کدوم سکانسشو میگی؟ اصلا شخصیت پاپیون یه جا داره تصور میکنه هفت و صندلی نشسته کدوم؟ و دارن محاکمش میکنه سیمتونه داخل آخون دیگه آقای سورایی دقیقا شبیه اونه بازیگرش بود؟ ببین نه این که اصلا یادم نبود ولی قطعا پاپیون یکی از فیلم هایی هستش که خب من خیلی دوست میدارم و بیش از شاید مثلا 50 بارم دیدم. قطعا تأثیر ناخودآگاه گذاشته، ولی الان که گفتی چی نبود اینجوری نبود که مثلا تو ذهنم باشه و بر مبنای اون، ولی قطعا تأثیر نامرئی تو ذهن من داشته. نه نه یه لحظه سعی نکردید قصه متمرکز تری داشته اونو گفتم اون. خب اوکی من یه چیزی آه. اضافه کنم دوست داریم ما اینجا دراز بکشیم با شما حرف بزنیم وقتی دستتون تو جیبتونه به دیوار تکیه دادیم میکروفون دستتون گرفتیم و ممنون. خب به شما پاسخ این دوستان رو دادیم از بسیج بودن من یادم جرأت نه جدا از من فقط میگم که جدا از مزار شما چند سالته؟ 37 سال. همین نترس چون این بسیج جدید من بسیج قدیمی هم ترجه کردی و عرضم به حضورتون که یه زمانی که امسال و حزب الله به گشت ارشاد یک گیر دادن من گفتم اونا امسال حزب الله، من خود حزب الله. این بسیجی بعد از جنگ من بسیجی خود جنگم. در مورد آقای کیمبری هم درست گفتی، واقعا کار مطبوعات نیست، بچه های مطبوعات خیلی خیلی حرمت نگه میدارن، اما یادت باشه که هر فرزندی قهرمان اول و آخرش پدرشه. وای به حالی که اون قهرمان قهرمان یک ملت هم باشه و قهرمان ساز یک ملت هم باشه. برای یک فرزند خندیدن به فیلم قهرمان پدرش خیلی سخته، ناخواسته یک فریاد از گلوش بیرون میاد، دست خودش نیست. و و سپاسگزارم از آقای سهیلی. تی وی پلاس، حامی ستاره های ایران.